هیچ کس استقبالت نیمد؟ من میخواستم بیام ولی ترسیدم خوشت نیاد. مسلم کجاست؟ مسلم؟ بده پدر مقدس که جانم در خطر است. چی شده؟ چرا؟ سوال نکن پدر، که اگر دیر به جنبی کلیسا تو اخون من رنجه میکنن. خیلی خوب، برو اون زیر. قربان من آمد. گوش، کاری داشتید دوستان؟ ما دنبال یه دوز میگردیم که یک کیف جواهر تو دستشه، ولی یهو همین طرفا قهبش زد. اینجا نیمد پدر، شما ندیدینش؟ ببینم، مگه شما غیر از من کسی دیگه هم اینجا میبینید؟ خب نه. بریم بچه. بچه جون کندن این جنس رو رد کردیم، حالا عشق پولاش رو تنهایی میبرد. خیال میکنی از حلقومش میکشم بیرون؟ سلام علیکم. به قول شما ها شاد لواق. نوکرت هم خیلی محبت کردی پدر، کاش که همه آدم های دنیا عین تو بودن. فرزند خیلی خوب میشد. فرزند خیلی عالی میشد. مینه، تو باید این جواهرها رو به صاحبش برگردونی. بسار. ای بابا، کدوم جواهرها؟ همینا. اینا؟ ای بابا، اینا ارثیه این مادرم. دروغ نگو بسارم، نه دروغ گفتن کار خوبیه، نه دزدی کردن. دزدی؟ بله. خدای من، ببین به بنده این نازنین تهمت میزنن. از من دور شوید ای انبال کثیف دنیوی. باید اعتراف کنم پدر، میبینی میبینی ای خدای بزرگ، میبینی چگونه بندگان پاک و تر و تمیز تو را متهم به دزدی میکنن. خدای من، مگه من چه گناهی به درگاه تو مرتکب شده بودم که مستحق این مجازاتم؟ نه دیگه، این دنیا شایسته زندگی کردن نیست، باید سرم از تنم جدا سازم. تو خودت شاهد باش که من الان شکمم و صفه لاشخورا میکنم. به بزرگی قسم چاکرتم، کو یک خنجر تیز و بران تا بتوانم نوکرتم، تا بتوانم شکم خود را صفه کنم. کو خنجر تا بدین سان بتوانم از شر این تهمت ها نجات پیدا کنم. الان میرم از قصابی یکی میگیرم. برای ایشه الله اکبر. پروردگارا، این عشق تو بود که از زیای دزد و قاچاقچی همچین آدمی ساخته. دست نیاز به درگاهت بلند میکنم و ازت میخوام کاری کنی که پسرم هم از کارهایی که میکنه دست بکشه. جواهره نسی هم نمیفروشم، پول نقد داره. بیا اومدم. بول بفرست که نگرانم.
چطوری مسلم؟ به تو مربوطی نیست، فلوس برده ببینم همین الان. تاجل، تاجلیو مبارک مسلم، عبدی از حج مراجعه کرده. ای بابا، چه برگشته؟ با تو خودت نمیدانی؟ نزدیکی های زور مراجعه کرده. آها، چه خوب، پس یه پستراجی هم شدی، باید خودمون خیلی بگیری. رد کن بیاد فلوسا. اول تو جواهر را بده. ای بابا، قبولمون نداری؟ ببین چرا این کارو بکنم؟ چرا غلط نکنم؟ حال احوال شنیدم پسترم لغاز خوندی، گفتی هم جنس رو از هم میگیری هم پول رو به هم نمیدی. میخوای حالا هم جنس رو ازت بگیرم هم پول تو هم جون تو؟ به خودم من نگفته بودم. پس بگو غلط کردم. غلط کردم. بگو غلط کردم. حالا شدی ولد آدمی زاد. یه وقت به سرت نزنه بگی. خب نمیگم. چی شد؟ این کجا داره میره؟ رفیق شخصیشه. رفیقتون میدونه اینجا شبای جمعه قروق مسلمه. من تالا بساط کیف و عشقتون رو جور کردم، حالا شما هم به خاطر من تا این پسر اینجا یه شرلی به پا نکرده بری. من بعدا خودم واسه تو جبران میکنم. سلام. سلام مسلم، امشب چه زود اومدی؟ زود اومدم؟ آره زود اومدم، ولی ما انگار یه قرارایی داشتیم. آره اینو خودم میدونم، اینا هم قرار بودی که 2 ساعت دیگه از اینجا برن. منم خودم ما اینجا پول نمیده. یه من در گاله رو پولاتو برای ببر خروسخندی بخر. هره آقا رو شما هیچی نکو، من خودم کوچیکم. به رفیقتون گفتم من نمیخوام با این در بیفتم، خودم جبران میکنم. نه بگه جبران میکنم، ما رو بردم. مشرف قدم تو رو تخمه چشمم. مگه ما باید گول میدیم؟ نه نه جور میکنم. خوش اومدیم. بس آزم برو به همزه. ایه حساب گردن کلوفتیه. ما موقع که تو جلو مدرسه تین انگشتی بازی میکردی خودمون یه پا گریه بسطا. بابات هم این خودت وقتی توی خونه میومد میگفت هیچ مرد دیگه غیرون نوست اونجا باشه. اگرم غیره این میشد رسوایی به پا میکرد. دو دستا سر کله نمیشکست و 3-4 نفر خونین و مالین نمیکرد کوتاه نمیومد. دیگه بنداز والا. میتونم بهش بده؟ بزنه همه. بزنه.
تو بابا حرکات و سکنات تو اینه، ولی اون چیز دیگه بود. انصافنم تو تمام مردا لنگش پیدا نمیشه. فو من عاشق شلوغکاری ها و دعواش بودم. هیچ وقت یادم نمیره یه دفعه میخواست به خاطر من خونه میت چک تا به خدا بیاورز آتیش بزنه، ولی جای فیت نفت اشتباهی فیت آب به در و دیوار ریخت و کبریت کشید، اما کبریت آتیش نگره. گره تو برم بابا در تو خیلی شرطر بود مسلم. بونتا اگه من سر کلسون بخوام خونه تو آتیش بزنم فیت آب و نفت رو از این نمیگیرم. میگن حالا رفته مکه حاجی بش. آره شنیدم امروزم برگشته، میگن هیچکی استقبالش نرفته. حقم دارن، زیا اگه شب بلقمرم بکنه باز یه کاسه زیر نیم کاسشه. یعنی تو میگی کارهای سابقشو ول میکنه؟ بنده غلط کردم، از هفته دیگه دوتایی در قراغ میکنی بی تو مقاله. بگم چی رو؟ نه 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 یه ترا مثل مگسانن دور شیرینی اقا بیز میکنی. ایچی میگم پاشم برم دیگه من. آره بابا رفتنی باید بره، موندنی هم باید. آره موندنی باید بره. میخوام امشب بلایی سرت بیارم که تا عمر داری یادت نره. دارم دیدارت کنم منو؟ نه آخر شب میرم، باید برم دستبوس حاجی. کلی خوشحال شدم، دستانه خیلی خسته شدم بابا. خب بهتره بریم تو بزنم، خیلی باید حرف دارم که باید بزنم. چیه؟ میخوایی تلافی این یه ماهو در بیاری؟ آره بابا، آره من تو رو میشناسم، من میدونم تو چه جونه بری هستی. ننم کو؟ خوابه؟ آره خوابیده. بذار بخوابه، تفلک خیلی تو خونه تو زحمت میکشه. آره آره، خیلی جون میکنه. شام نخوردی؟ چرا؟ منی دست بخت ننه یه چیز دیگه هست. تو واسه چی رفتی مکه بابا؟ ما خیلی لغمای چرب و نرم دستمون در رفت، یعنی من هر چیشو تونستم در بردم، ولی خب کار قاچاقه دیگه. تو این کار بودن تو یه چیز دیگه هست. گوش کن مسلم، من کاری ندارم که مردم رو من و مکه رفتن من چجوری حساب میکنن، ولی من دیگه اون زه سابق نیستم، اینو باور کن. تو هم نباید اون مسلم باشی دیگه. هرچی کسافت کاری کردیم و در بدری کشیدیم بسته. تو رفت من قبل از مکه رفتن چه خوابی دیدم؟ نه بابا یادم نرفته. تو خواب یه سیر سبز پوش و نورانی رو دیدی که وقتی رفتی طرفش پشتشو بهت کرد و گفت با این کارهایی که میکنی روی امتشو سیاه کردی. خب چی؟ خب این خوابو که دیدم نمیتونستم. بابا تو میخوای من چی رو باور کنم؟ باور کنم زیایی که زمین و زمون و بنده نبوده و واسه اینکه چهار تا مسافر قاچاق ببره یا یه جعبه جنس رو رد کنه هر کاری میکرده، حالا با یه خواب دیدن و یه مکه رفتن تصویر ازش میگیره و میشینه بغل سجاده؟ ببین بابا من کاری به کارت ندارم، مکه رفتی هر نقشه‌ای داشتی یا هر کلکه دیگه‌ای می‌خواستی سوار کنی سوار کن، ولی واسه من یکی فیلم نیا. من دیگه خوب می‌شستی بابا. من هزار جور قول به مردم دادم، هزار جور ریش گرو گذاشتم، هزار جور پول پیش گرفتم، ما هر چی زودتر با دست به کار شیم بابا. بابا
ولم کن. دلم خوش بود که تو این دنیا غلط تو یکی حرفمو باور میکنی، ولی وقتی تو که پاره جیگرمی حرفمو قبول نداشته باشی و نخواهی کمکم کنی، از قریب چه انتظاری بتونم داشته باشی؟ نوکرتم بابا، به خدا نوکرتم، هرچی بگی میکنم. کی دیده؟ آخه کی تو چشای زیا عشق دیده؟ کی دیده زیا گریه کنه؟ نوکرتم بابا، به خدا نوکرتم. پیرشی بزرم مامان. پای شهلا کجا؟ الان صداش میکنم. شهلا تو اتاق اقدسه. اما با اتاق کلسومه. شهلا شهلا بیه دیگه، تو آقا ندارم. اینه که ساعت میکنم. شهلا شهلا اینجا نیست. چی شده؟ باغ کردی؟ واسه مسلمه که دیگه اینجا نمیاد؟ خب چه توقعی داری جونم؟ اون نبایدم اینجا بیاد. اونا باباش دیگه اون مسلم و زیا سابق نیستن. اینو همه میگن. زیا کاری کرده که همین فرد پس فردا به اسمش قسم میخوره. خب مسلم پسر همون باباست جونم، بایدم آبروی باباشو حفظ کنه. تازه از همه این حرفا گذشته، من مطمئنم اگه مسلم میدونست و پابندشی به خاطر تو هم که شده، هفته یکی دو شب اینجا میومد. یعنی نمیدونی؟ خب نه که نمیدونه جونم، خودت هم باعثشی. اون شب آخرم که اومده بود اینجا، هی من میخواستم بهش بگم، تو خودت نذاشتی. ای گفتی میترسم اگه بفهم خاطر خوشم زلم بکنه. خب حالا بکش دندت نه. خلاصه من که میگم دیگه فکرشم نباید بکنی. مسلم دیگه اینجا برگرد نیست. هرچی بیشتر چشته به در بدوزی بیشتر عذاب میکشی. خیال جمع که هم خجلمون کردی بره دار. دشمنت خجل باشه، این چیزا که گفتی اونه تو آجی رزی آج آقا. هیچ کس باورش نمیشه تو یه این کنی بری در خدا به چیچه تا به امون خدا. آقا رضا من دارم میرم تا پیش حاج احمد و برگردم، سر دستگاه باش. باشه. ریان شای ریان سلام شما بفرمایید بفرمایید قربون شما خواهش می‌کنم. سلام الله یا الله خواهش می‌کنم بفرمایید بفرمایید. علی خواهش می‌کنم. انصافاً که خیلی عوض شده، مسلم هم همینطور، دست و بالونم خوب بسته، تا حالا هر چی داشتن دادن به فقیر فقرا، ولی شر آخر مسلم فقط ما رو گرفت و مفت و کنسد خلامون رو بالا دو رفته. آجی آقا زیا مبارکه، میگم تو خیلی عوض شدی، آتیش انداختی به مالتو داری خیراتشون میکنی. خب آره دیگه، آدم که همیشه یه جور نمیمونه. پس بعید نیست دوباره همین فردا پس فردا عوض بشی و بخوای به مردم هر چی داری از حلقومشون بکشه بیرون. بعدا بیا با شما هم صحبت میکنیم. کجا حاجی آقا زیا؟ کجا داری میری؟ من باید کار دارم. میخواستم بهت بگم ما یه خود حسابی با پسرت داریم که
میخوایم تو تصفیهش کنی حاجی آقا. چه خورده حسابی؟ والا اصلا خورده حسابایی که خودت واردی. ما یه ماری رو 3-4 نفری دست کرده بودیم، اون تنهایی بالا کشید. خودت یه عمری قاچاقچی بودی حاجی آقا، میدونی که اینجور نارو خوردن چه زوری داره. بی خود پیشار نگر جلیل، من و پسرم هرچی داشتیم به تاونه گذشتمون دادیم به راه خیر. باشی فقط بگو چه بیام بگیرم. من باش ندارم به کسی بدم. با خودت یه آن باز خور بودی، همه مرکر آبادانم هنوز یادشونه خونه مهیزاقه یاد زفته کرده. نباید این خانه میکردم. پس هنوزم دسته به کجا داری میری؟ ها 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 وای سو ببینم، تو باید حساب منو تصدیق کنی زیا، هیچ جوری هم راه نداره. نزا دوباره اون حسا که من بالا بیاد چلی، انگاه پا پیچ من نشو. برداری امروز تو بازار جلیل چه بلایی سرش آورده. آره همشو بهم گفتن. حالا برو به رفت بزه عشقونم، برو بابا چون برو به خرقباز ادامه بده تا مسلم رو کم کن. سلام مسلم خان. سلام سلام گل گلاب، روغن چراغ، عرق بیدمش، چطوری پدر سوخته ی لاغ بشن؟ خواهش میکنم شما ها مشغول باشیم، میخواییم یه خورده نونبیار کباب ببر بازی کنیم. بازی خندداریه دوستان، میتوانن؟ از بسر ببرن، اون تا این یه خورده جر میزنه، نگاه بس چی میزنی آخه، بس چی میزنی دیدین جر میزنه آخه خونه هایی برسه کلاو دست درم بردار هیچ وقت نمیدونه واسه کی باید جر زد، واسه کی باید صاف و ساده بود. ولی من خالی شد، من میخواب تو عالم رفاقت و لوتیگری یه خورده روت و کم شد. موسیقی
فریاد نزن خوشکلک، فریاد نزن که جان انسانی در خطر است. هشت نفر مست لایقل سافور به دست در تعقیب منن، کورایی تمام این خونه را از خون من رنگین میکنن. حالا اگه میخوای داد بزنی بزن. سارا، سارا، اتفاقی افتاده؟ نه نه هیچی پدر، فقط یه خواب بد دیدم. چه خوابی؟ خواب دیدم تاق خونه خراب شده رو. امیدوارم خیر باشه. میخوای تو اتاق من بخوابی؟ نه پدر، متشکرم، دیگه راحتم. پس شبت خوش دختر. بهت خوش پدر. اومدیم و اینجور که تو جلیل رو زدی میافتاد و میمرد، اون وقت تو میخواستی چی کار کنی؟ اگه اونجور که جلیل تو رو زد تو میافتادی و میمردی، ما چی کار میخواستیم بکنیم؟ تو کارت نباشه زن، حرف نزن. با چرا نزنم؟ خب راست میگه بابا، اگه یه بلای سر تو اومده بود ما میخواستیم چی کار کنیم؟ حالا که طوری نشده. ممکن بود بشه. بابا تو به کارت برس، باز من اومدم دو کلمه با این حرف بزنم تو داری هی شیلش میکنی؟ حق دارم، چرا نکنم؟ لا لا حلقه لا بیخ و جوش نخور بابا، من همه حرفای تو رو میفهمم، هر کاری که گفتی کردم، هر کاری هم بگی میکنم، ولی وایسم و نگاه کنم که هر پاپتی بیچاک و دهنی هر چی دلش میخواد بهت بگه، هر بلایی هم دلش میخواد سرت بیاره و آخر سرم واسش دست بزنم. واریا که من میخواستم خودم میتونستم بزنم. خود میخواستی بزن. افسد. خب راست میگه بابا، مردم از تو توقع دارن کار خلاف دین و مذهب نکنی، توقع ندارن که تو حجرت بشینی و هر کسی حواس کرد بیاد دو تو سرت بزنه بعد چمه بگه شبت بخیر. فرق من و تو با مردم دیگه اینه که اگر هر کدوم از اونا تو گوشه یه آدمی مثل جلیل بزنن، مردم میگن میخواسته حقشو بگه، ولی اگه من و تو این کارو بکنیم به خاطر گذشته ای که داشتیم، میگن میخواسته حق یارو رو بخوره. اینو باید بفهمی. والا من که دلم خنک شد مسلم اونجوری جلیل رو زده. لا لا حلالا تو چه تزن، انگار خوشی زده زیر دلت، حواس حول اون وقتا رو کردی، ناراحتی دوباره شروع کنیم. نه خیلی لازم نکرده دوباره شروع کنی، اما مسلم خوب کرد جلیل رو زد، دستش کرد نه. خیلی خوب، خوب کردی زدی، اصلا الان برو بگیر بکشش، وقتی هم تو فلکه کشیدنت بالای دار دنت میاد خودش تو رو میکشه پای. آی لالشی مرد، به جهنم بذار تو سری خور بشه. آی داده بیداد ول کن بابا، سر به سرش نذار، من خودم نوکرتم، من بهت قول دادم همونی باشم که تو میخوای. حالا تو این آخه یه چیزی بکن، همینجا سرکتی، اگه بخوای یه دیگهش میرم کار میکنیم دو سه تاییمو. نه نمیشه که، نمیشه همینجور اونو بلش کن. شماها هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، خودم میدونم، میدونم چجوری باش در بیفتم. ای بابا، بابای بیچارم گفته بود تو خلاصه با این موتور یکی رو میکشی ها. ببخشید خانم، به خدا تقصیر منه، اشتباه کردم، بذارین اصلا خودم لباستون رو پاک کنم. هی دستمالم که نداری، بذارین با دست دست کنم، الان واسهتون خوشرویی کنم، شما صبر کنید. تو همینی که اون شب اومدی تو اتاق من؟ ای بابا من، تو من، آره تو میگفتی دنبالم کردن میخوان بکشنم. کیا؟ منو؟ مگه بچه ای؟ مرد میخوام جلو روم جرأت کنه سر مرغ؟ ای دروغگو. کجا؟ با این لباسا کجا؟ چیکار داری؟ میخوام برم خونم. خب بیا من میرسونم، موتور که هست. هست که هست، میخوام با تاکسی برم. میدونم چجوری ببرمت. اینجا تاکسی کجا بوده؟ میترسی با من بیای؟ میترسم. ببینم اسمت چیه؟ سارا. اسم منم مسلمه، پسراجی هم هستم. از اون خیابون برو. خدا بلدم. تو از کجا بلدی؟ ای بابا چی خیال کردی؟ برایم خیابون 12 ما رو دست کم گرفتی؟ میگن دروغگو کم حافظه. ای بابا ببینم تو اصلا چی کاری؟ روشه واسه چی برام کرده بودی؟ والا حرفه اصلیم روکم کنیه، اون دفعه یه خود روکم کرده بودم. شاید
شغل شریفی داریم. چه کنیم دیگه؟ بابام گفته عمرمو صرف خدمت به مردم بکنم. اگر تب داری سارا؟ چرا؟ تنت چه داغه؟ پشتم سوخت؟ لوس. شوخی کردم بابا، بچست بود. ها بایست دیگه، من همینجا پیاده کنم. ای بابا ولی انگار هنوز مون... ببینم، تو همیشه این موقع میای خرید سارا؟ قلعه چون تونتو مزنه؟ زود برگشتی؟ دوباره میرم. لباست چرا کثیف شده؟ یه چی؟ یه ماشین از تو آب رد شد خیسم کرد. الان میرم لباسم عوض میکنم و میرم. اگه گفتی چی اومده دیدنه؟ امشب بهش بگو، بهش بگو به اون داری چی میکشی؟ بگو حاضر ما تن بگی، بهش بگو کلسون اصلا قبول میکنه. خیلی خوبه. چی شد که اومدی اینجا؟ راستش نمیدونم، دلم یه هوایی تو رو کرد، عوض کردم ببینم ایت، باید یه خود حرف بزنم. من قابلم. ای بابا قابل چی؟ تو اصلا خود قابله ای. خوب پس حالا بگو حرف بزن، وقتی تو حرف میزنی دل من هم راز میشه. چی بگم؟ یعنی چجوری بگم؟ تو حال شده حرفی داشته باشی ولی ندونی چجوری بزن. آره مثلم شده، مثل من که خیلی شده، دلم میخواد اون شب حرفامو بزنم. حرف تو؟ چه حرفی؟ چه حرفی که تا حالا نتونستی بزنی ها؟ حرف دلم همیشه وقتی پای دل میاد پای زبون میلنگه. آره خودشه، حرف دله، حرف دله که گفتنش سخته. اصلا چیه این دل؟ من که تا یکی دو روز پیش اصلا نمیدونستم کجایی هیکلمه، فقط اسمش شنفته بودم. ولی ناکس بی پدر تو یه چشم هم زدن، تو یه نگاه، تو یه آره و نه خودشو نشون میده که گوشه سینه آدم تاپ و تاپ میکنه که صداشو هفت تا همسایه اون ورتر میشنوه. چه کیفی هم داره. تو پس تو اون قلبت اینجوری شدی نه؟ یعنی میگیم عاشق شدی مگه نه؟ تو داری گریه میکنی؟ نه این گریه خوشحالیه. من همیشه آرزو میکردم تو یه جوری سر و سامون بگیری. باور کن مسلم، من خیلی خوشحالم که تو عاشق شدی. آره کلشو، خلاصه قلب مسلمه کیوشو بردی.
اونم چه جوشی. به دستک بخار زده به مخمو داره دیوونم میکنه. اون چی بود؟ یعنی میگم خوشگله یا نه؟ نمیدونم خوشگله یا نه. دو دفعه بیشتر ندیدمش. غیر اسمشم هیچی ازش نمیدونم. ولی نامحتم همش جلو چشمه. هر جو میرم میبینم قبل از من اونجا. چیه؟ چرا بوت هست زده؟ باورت نمیشه؟ باورم؟ چرا؟ باورم نمیشه؟ آخ که اگه دختره رو دیده بودی تو نمیدونی نگاش آدم رو آتیش میدونم. کجا؟ اینجا الان برمیزن. بچه نیومد؟ ای بابا اینقدر حرف نزن بچه. دو دقیقه دندون رو جگر بذار میادش. میگم ها شاید از بازار یه رای دیگه به خونهشون بیاره. خب که چه؟ ایچی بابا اومدش همونه؟ آره برو خودشه برو چه رفتم دیرد دست دست آخ ماشالله دیرد دست دست آخ ماشالله شیرم دخش دخش آخ ماشالله بخ 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 سلام خالو سر پیستان نرو چپه میکنی یا شون قرمت برم عصبانی شدی فیوزا میت برم جون کوه و کمره نگاه کن چشه رو نگاه کن لباره نگاه کن یه چیزی بگو یه چیزی بهم بگو بگو تو صدا تالی با علیم کنه اصلا نیچ کن بذار تو سرم تو بذار تو سو بچه این که راست تو سیر بنگ یه کاری بکن میگه بذار تو مخرم بذار تو منو لگدم کن آجان صدا کن لگد بارم کن پدر سوخته یه لات من تو خارمادر نداری به خارمادر محروف من کردی پدر سوخته یه سی تک و پامی بیا اجنامه یا که کن اوباش هیز یا ناموس من اینگار خیلی عصبانی شدی. من اصلا ذاتاً غیرتی هم بده به من بده خودم میارم بده به من میخوای بازم اذیتت بکنم بسی شما دوست داری اذیتت بکنم من که غیر از تو کسی دیگه تو خونه نیست که بیاد خرید کنم چرا ولی من خودم این کاره میکنم تنگی تصمیم هم همینه از فقلا وقتی میای بیرون چادر سرت کن این ریختی پیر مردم دنبالت بیافتن والله حق دارم من چادر نمیم ای بابا خب به بابای خوش غیرت بگو یه چادر رو سر بخره یه چادر مادر تو سرت کن من مادر ندارم ای بابا پس چی داری؟ دلم میخوای اصلا من یکی از عباهای مادرم رو بخرم نه نیست من دلم میخواد اینطوری بگردم ناراحتی میتونی سجم رو بدی به خودم راته بکشی و بری نه بابا من فقط واسه این که اذیتت نکنن گفتم والا به قول زنهای بی چادر و بی حجاب نجابت که به چادر و حجاب نیست راستی میخواستم هم واسه دیروز که کفیفت کردم هم واسه اون شب که بی خوابت کردم چیز کنم یعنی چیز کنم بگم منو ببخش یه دیروز هم گفتی ای بابا دیر گفتم ای بابا چشای تو چرا اینجوریه؟ چی جوری؟ یه جوریه چی جوری؟ آدم ها یه جوری میکنه چه جوری میکنه؟ یه جورایی میکنه خب دیگه این هیده میره کشمو بگی ببینم ناراحتی من دارم باد میام نه فقط مثل این که داری میره سون گفتم کشمو بگی بیا سارا یه خود عشقیه یعنی عشقیه عشقیه با اینکه خیلی پرو اما رو نمیشه حالا بشی بشه و من حرفامو نزدم خودم فهمیدم جون
شو بابا بلند شو نمازت قضا میشه. شما هم بخوریم بابا، من سیرم. چی؟ چی چی رو ما بخوریم تو سیری؟ میگم نمازت قضا میشه. نمازم؟ خیالا بگی پاشو قضا سرد میشه. خیلی خوب بگیرم، بلند شو. چشم بابا، راست ما وضو بگیر. خیلی خوب، نگیری دوباره بخوابی. نه بابا، چشم. چه شبی بود دیشب. برای خانم جان براد به بابا میرو بجم، باید بهشون بجم، برنشم بفرستمشون خواسته بری. اصلا چطوره الان بجم؟ آره خوبه الان وقتشه. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، بابا 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 میگم میگم شما خلاصه نگفتی قبل از اینکه ننمو بگیری خاطرخواهش بودی یا نه؟ یا الله استغفر الله. ای بابا خاطر خواه شدم. الله اکبر
ازدواج دخترها و پسرهای ما با افراد غیر مسیحی امروز یکی از مسائل جدی مذهب ماست. ما باید به دلائل مختلف از وقوع این ازدواج ها جلوگیری کنیم. مهمترین این دلائل سرنوشت بچه هایی که از این نوع ازدواج ها به وجود میاد. اونا برای انتخاب مذهب دوچار سرگردانی روحی و فکری میشن و انتخاب مذهب پدر یا مادر برای اونها به منزله رد یکی و پیوند با دیگری. دیگر اینکه حتی اگر نیمی از بچه هایی که والدینشون یکی مسیحی با دیگری غیر مسیحی مذهب غیر مسیحی رو انتخاب کنن، بعد از مدتی این مسئله ممکنه به صورت یک لطمه جبران ناپذیر جلوه گیر بشه. پس امیدواریم که همه جوانهای ما و والدین آنها سعی کنن همسر خودشون با فرزندانشون رو از میان فامیل یا حداقل همدینانشان انتخاب کنن. آمین. ولی داره که تو تمام دنیا بدلش هم پیده نمیشه. مادره که یعنی مادره که نداره، اما پدره. واخ 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 واخ، چی بگم برات از پاکی و مؤمنی این بشر. این مرد از صبح تا شب تو مسجد پای منبره. کاش الان خودش اینجا بود تا دو کلام باهاش حرف می‌زدی می‌فهمیدی پدر زن من چیه. برو ببین کیه. حتما پدر زن است، اومده حرفای منو به ثابت کنه. ببخشید. ای بابا کی بود؟ درو چرا بستی؟ هیچ که یعنی چیزی بود. با شما کار دارم. آخه خواهی زده به سرش. این چی بود خدایا؟ کجا دیدمش؟ همونی بود که من تو کلیساش قایم شده بودم. بفرمایی بالا. خیلی آمدی، خوش آمدی، صفا بردی. بفرمایی. یعنی چی؟ یعنی این اینجا چی کار داره؟ یا الله. خب با من امری داشتیم؟ گویا شما یه باقی بغل یکی از کلیساهای آبادان دارین. بله، چطور مگه؟ والا حقیقتش اینه که من افتخار خدمت تو اون کلیسا رو دارم و چون محبت یه اونجا قدری کوچیکه، ما مدتیه که تصمیم گرفتیم یه مقدار این کلیسا رو توسعه بدیم. با تنها راهش گویا اینه که باغ شما رو بخریم و به کلیسا اضافه کنیم. یعنی شما؟ یعنی؟ بله مسیح. بله من اون باغ رو نمیفروشم. چرا؟ من در واقع اون باغ رو برای یک امر مذهبی میخوام. بله قرار باشه از اون باغ برای خدمت به خلق خدا استفاده بشه، تو مذهب خود ما راهای زیادی هست. یعنی این حرف آخرتونه؟ آره، از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواز. من دیگه مرخص بشم. سامر میگم بابا چیزه اینه، میخواستم بگم که یعنی چیزی ایشون پسرتون هستن؟ بله پسرم. بهتون تبریک میگم، جمول خوبیه. ای بابا ببخشینا، خوبی از خودتونه. اینه دیگه بابا. امروز حتما به مسلم میگم که مسیحی هستم. سارا کجا میری دخترم؟ داشتم میرفتم بیرون یکم قدم بزنم پدر. پس زودتر برگرد، امشب خانم و آقای سرکیسیان با پسرشون مهمون ما هستن. ولی من که نظرم راجع به پسر اونا بهتون گفتم پدر. منم نخواستم تو نظرتو عوض بکنی، فقط گفتم مهمون ما هستن. خیلی خوب پدر. در ضمن تو این روزا زیاد گوشه گیری میکنی سارا، موضوع خاصی فکر تو اشغال کرده؟ نه پدر، موضوع خاصی در بین نیست. بر صورت من دلم میخواد منو دوست خودت بدونی. مطمئن باش من موقعیتت رو درک میکنم سارا، تو دختر جوونی هستی، تو
تو این سن سال ممکنه مسائلی پیش بیاد که لازم باشه اونو با یک دوست با تجربه در میون بگذاری. من خیلی خوشحال میشم اگه اون دوست با تجربه تو باشم. حتما پدر، حتما. خب میتونی بری. چیه؟ چه خبره؟ من که امشب تصمیمی ندارم. خیلی به خودت میرسی زن. پس چی جونم؟ بایدم برسم. میخوام واسه پسرم برم خواستگاری. ببینم سارا، اگه من یه هایی پدر مادرم رو بفرستم خونه شما خواستگاری، تو چی کار؟ نه، تو این کارو نمی کنی. ای بابا، چرا نمی کنم؟ آدرس آوردی؟ آره آره، همرامه. تو رو خدا خواستگاری رفتن ما رو ببین. از عروس و خانواده‌اش ما فقط یه آدرس میدونیم. مسلم هر چی رو بدونه بسته، اون که بچه نیست. از تو پیش بابام اینا خیلی تعریف کردم. وقتی گفتم تو بی حجاب میگردی چشای بابام گرد شد. بهم گفت واسم با حجابش پیدا میکنه، ولی من گفتم الا و بلا تو، یا تا آخر عمر عصب میمونم یا تو. خلاصه اونم گفت خیلی خب بابا، خودم با حجابش میکنم. چادر تو بکش سرت. خوبه خوبه، خوبه که عروس بی حجابه. هنوز عروس من نشده. اصلا واسه همینه که دلم حساب رفتن نمیده. من میخوام یه چیزی رو بهت بگم مسلم. یعنی تو باید خلاصه اینو میفهمیدی. اول من یه چیزی میپرسم بعد تو بگو. اون روز بهم گفتی پدرت همیشه این موقع تو خونه است. امروز که بیرون نرفته. نه نرفته. واسه چی میپرسی؟ راست شو بکن. بگو مسلم، موضوع چیه؟ با اینکه ممکنه از خوشحالی پر بکشی و عدستم در بری، بهت میگم من پدر مادرم و امروز فرستادم برن خونه تو خواستگاری. نه. آره، به خدا آره. ولی تو نباید این کارو میکردی مسلم. تو نباید این کارو میکردی. چرا؟ چرا نباید این کارو میکردم؟ اصلا تو چته؟ آخه تو که نمیدونی، تو باید اینو به من میگفتی. خب حالا نگفتم که نگفتم. خیلی ناراحتی، به بابا بگو جواب رد بده. منو بگو که خیال میکنم تو از خوشحالی پر میکشی. ولی موضوع این نیست. پس چیه؟ من همیشه میخواستم اینو بهت بگم، ولی هیچ وقت نشد. من به تو دروغ گفتم موسی. دروغ گفتی؟ من چی؟ من مسلمان نیستم. من مسیحی هستم. من تصمیم دارم دخترمو به یک هم مذهب خودش بدم. آخه به قول خود شما چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. نیکه من نمیدونستم اون مسلمون نیست بابا. من چجوری باور کنم که تو نمیدونستی؟ من چه میدونم چجوری باور کنی؟ اون خودش نمیذاشته من بفهمم. من خیال میکردم اون دختره یکی از همین کارمنداییه که تو آبادان زندگی میکنن. واسه بی حجابیش هم هزار جور بهش تنه کرایه میزدم. چرا به من میگفتی یه وقت نمازش قضا نمیشه؟ روز ماه رمضان رو همش روزه میگیره و هزار جور حرف دیگه. خب من فکر میکردم اگه اون عروس این خونه بشه، چه بخواد چه نخواد اینطوری میشه. چه عروسی؟
حالا فقط خدا کنه هیچ کس از این ماجرا خبردار نشه و الا با بدبختی و بدشانسی که ما داریم هیچ کس باور نمیکنه که ما نمیدونستیم و مسلمان نیست. همه خیال میکنن دست رب به سینمون زدن. تو هم دیگه سراغ دختره نمیری. تا حالا ما که مردم شماها رو با هم دیدن و کندش در رنگ بده شانس آوردیم. میگم بابا خب حالا اون مسلمان نیست ولی میشه باره چی؟ چرا من نمیکنی؟ هیچی بابا تو همش میخوای آدمو بزنی. شما عصبانی هستی پدر؟ میخوای نباشم؟ ولی چرا؟ یعنی تو نمیدونی؟ ولی به خدا اون آدم خوبیه پدر. دیگه حرفشم نزن. هرچی بوده گذشته. فکر میکنم این یکی دو ماه تو زندگی هیچ کدوم من نبوده. اما من نمیتونم این فکر رو بکنم پدر. من اونو دوست دارم. فراموش کن. من تصمیم گرفتم به آقای سرکیسیان جواب مثبت بدم. این بهت کمک میکنه همه چی رو فراموش کنی. ولی شما نباید این کارو بکنی پدر. من نمیتونم با آدمی زندگی کنم که اصلا ازش خوشم نمیاد. من شوهرم خودم باید انتخاب کنم. یه دفعه انتخاب کردی بسه. تو چرا نمیخوای موقعیت منو بفهمی دختر؟ چرا؟ من موقعیت شما رو خیلی خوب درک میکنم پدر. این موضوع من و تو نیست. این موضوع ایمان و اعتقاد یه عده آدمیه که تو این شهر رفتار منو نمونه ای رفتار یه فرد مذهبی میدونن. تو فکر میکنی ازدواج تو با یه جوونی که هم مذهب تو نیست و اصلا نمیدونه معتقدات تو چیه و از اون گذشته سابقه دوستی و شالاتونی داره چه تاثیر روی هم مذهبای خودت میذاره؟ تو فکر میکنی من بازم میتونم تو کلیسا باستم و برای اون مردم وعظ بکنم؟ من نمیدونم شما چیکار میتونی بکنی و یا چیکار نمیتونی بکنی پدر. من اونقدر میدونم که اگه قرار باشه یه روزی عروسی بکنم زنی هیچ کس غیر از مسلم نمیشه. تو نمیفهمی، تو احمقی. تو میخوای به خاطر خواسته های پوچ و بچگانت همه چیزو فدا بکنی، حتی خودتو. من نه احمقم پدر، نه چیزی رو فدا میکنم. این شمایی که داری مردم و اعتقادات اونا رو برای تحمیل عقیده خودت بهانه میکنی. تو نمیفهمی چی میگی. خوبم میفهمم پدر. شما حتی اگه منو مسلم بتونیم طوری ازدواج کنیم و از اینجا بریم که هیچ کدوم از مردم شهرم خبردار نشن، بازم با این ازدواج مخالفت میکنین. شما دارین خودتون رو گول میزنین پدر. میگم بس کن. شما دارین عقیده خودتون رو به اسم دین و مذهب به من تحمیل میکنین. شک ندارم که باباهای من و تو از یه پدرن. حالا یا ننه بزرگ تو خطا کار بوده یا ننه بزرگ من. تو حرفای بابای منو شنیدی؟ آره شنیدم. گریه نکن. میبینی او سیکره؟ آخه تو چه میخواستی به ما دو جور مذهب بری؟ اقلا میخواستی دیگه دل صاحب مرده رو تو سینمون نذاری. آروم بگیر. به خدا من نمیخواستم دروغ بگم موسی. گفتی که گفتی. حالا دیگه تو رو پیغمبرت اینجور گریه نکن، جیگر من کباب میشه. بابا میخواد منو بده به پسر یکی از دوستش. من بابامو خوب میشناسم. اون وقتی میخواد کاری بکنه هیچ کس جلودارش نیست. میای فرار کنیم؟ فرار کنیم؟ آه چجوری؟
هر فکری بیا بیا این آب لیمو رو بخور تا حالت جا بیاد. خوبم نمیخوام. بخور دیگه بابا، تو هم این بچه ها شدی، بخور برسون جون. همه شو بخور، بخور 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 تا ترشو بخور. چی شده مسلم؟ چیت شده تو؟ هیچی که نمیشه تا تو یه جوری پر نباشی اینطوری مس نمی کنی. موضوع دختره هست؟ چیه؟ دعواتون شده؟ ازش دلخور شدی؟ دیگه تموم شد، همه چی تموم شد. چی تموم شد مسلم؟ فردا قراره عقدش کنن. عقدش کنن؟ واسه چی؟ چه فرقی میکنه؟ واسه یه آدمی که من نیست. آخه چرا؟ واسه چی؟ چرا درست حرف نمیزنی؟ مگه تو دوستش نداری؟ مگه اون تو رو دوست نداری؟ خب چرا؟ خب پس چی؟ مگه این بس نیست؟ وقتی شما هم دیگر رو میخواین دیگه چی میتونه مانعتون باشه؟ غیر چیزا. خیال میکنی واسه دو نفر که هم دیگر رو راست راستی بخواین کوه میشه کاه؟ مگه دروغ بگن و یه جوری دل و زبونشون با هم دیگه یکی نباشه؟ آخه تو چه میدونی؟ چه میدونی ما چه بدبختی داری؟ چه میدونی؟ ولی بدبختی ها یکی یکی پیداشون میشه. همه چی اولش راحت شروع میشه. موضوع اینه که نمیخواد موضوع رو به من بگی. چی میخواد باشه؟ دختر کوره، دختر کره، دختر لاله، دختر هر جاییه. خونه آخرش چی؟ گبره، کافره. خب باشه. اگه تو رو دوست داره، اگه تو اونو دوست داری، خب باشه. مردم میان اینجا زنایی رو که هر روز بغل 100 تا مرد میخوابن میبرن آب تو به سرشون میریزن و باهاشون زندگی میکنن. اون وقت چی میتونه تو رو، یعنی مسلمو، اینطوری کله پا کنه و شبی که فرداش میخوان عشقشو بفرستن تو هجله یه مرد دیگه، اینطوری مست و لایقل بفرسته تو محله بدنام شهر، تو خونه یه هر جایی؟ چی میتونه باشه؟ برو مرد، برو دنیا رو بریز به هم. اینجا موضوع تو تنها نیست، اینجا موضوع یه آدم دیگه هم هست، دختری که دلش پیش توه ولی میخوان بفرستنش تو هجله یه مرد دیگه. تو نمیدونی مسلم، تو نمیدونی واسه یه زن چقدر سخته که عشق کسی دیگه تو دلش باشه ولی مجبور باشه کنار یه مرد دیگه بخوابه. تو به خاطر اونم که شده نباید بذاری اون رو از تو بگیرم. تو میگی من چی کار کنم؟ من نمیدونم تو باید چی کار کنی، ولی مسلمی که من میشناسم اگه دلش بخواد یه کاری رو بکنه یه تنه با تمام دنیام که شده در میفته. آقای روبین سرکیسیان، آیا حاضر هستید که خانم سارا بنگوریان را به عقد دائم خود درآورید و عنوان همسرتان تا پایان عمر شاد یا قمای او شریک باشید؟ آقای روبن سرکیسیان، آیا حاضر هستید که خانم سارا بنگوریان را به عقد دائم خود درآورید و عنوان همسرتان تا پایان عمر در شادی و غمای او شریک باشید؟ بله. خانم سارا، آیا حاضر هستید که به عقد آقای روبن سرکیسیان در بیایید و تا پایان عمر در غمها و شادی های او شریک باشید؟ نه.
خیر و برکت. لا 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 محمد بار ان شاء الله این برنامه رو میذاری واسه محرم تو عاشورای حسینی. ان شاء الله عزاداری این روزا هر چی با عظمت تر باشه دل آدم بیشتر واسه. الله تو را محافظت کند حاجی، واقعا هیچ کس باورش نمیشه. این از تو هم از پسرت که یک دفعه سر براه شدین. شما با این صداقت ثابت کردی. جماعت جماعت گوش کنین جماعت، واسه تون یه خبر تازه آوردم، خبری که واسه هر چی آدم و مسلمون با خداست آبرو نذاشته. مسلم پسر حاجزیای معروف که این روزا آوازه با خداییش زمین و زمون رو برداشته، دو ساعت پیش یه دختر مسیحی رو از تو کلیسا سر عقد دزدیده و فرار کرده. میگن از خیلی وقت پیش تو خط دختره بوده، ولی چون دیده بهش محل نداشته و رفته سر سفره عقد، اونم بدون از تو کلیسا دزدیدتش. امروزه با اونایی که جدن در جد مؤمنن و از پدر و مادر با آدم های درستی ها بگیرن نمیشه اتمنون کرد. چه بسه بزنید که بگیرن چه کرد. سلام مسلم، تو اینجا چی کار میکنی؟ بیا تو، بذار بیام تو بهت میگم. بفرما. بیا. این ضعیفه کیه؟ وسط میگم. خیلی خوب، بریم داخل. حسین بود؟ آره، ولی اون ضعیفه رو نشناختم. خیلی خوب جن سرباز، من زودتر باید برم. راستی نمیخوام مسلم بفهمه که من اونو دیدم، فهمیدی؟ خیلی خوب باشه.
کجا با این عجله؟ یه لقه واسه کارت دارم آجی، راست راستی کارت دارم، با آج ساجی به سر یه دفعه دیگه سر راه من صحب سشی یا یه کلمه دیگه حرف پرت ازت بشفم زبون تو میششم برون. من فقط میخواستم بگم میدونم پسرت کجاست، میدونم کجا رفته. مطمئن باش اگه الان به پلیس خبر بدن قبل از اینکه تو بهش برسی و بخوای فراریش بدی میگیرنش. نمیدونم، شایدم تو اصلا ندونی مسلم کجاست، ولی من خیال کردم اگه بدونی من میدونم بعدت نمیاد اون خود حسابایی که گفتم تصفیه کنی. ها مسلم کجاست؟ فقط جای اونو به من نشون بده، هرچی دلت بخواد بهت میدم. انگار ازش خیلی دلخوری، نکنه همه عصبانیت سر دختر دوزیونه. اینقدر که تا خونشو نریزم راحت نمیشینم. باشه بهت میگم، اگه الان راه بیفتیم دمدمای صبح دستشو میذارم تو دستت. اینجا مثل خونه خودتون، راحت باش سارا. زودتر یه فکر بکن، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. من فکرامو کردم. خب حالا تو چرا نشستی؟ نمیخوابی؟ یه دقیقه رو تو بکن اون بر. چرا؟ رو تو بکن این بر. تموم شد. الحمدلله. تو همیشه لخت میخوابی؟ آره، از بچگی. اخ بچگی تو. ولی ممکنه نصف شب شمع در رود بره کنار، اون وقت سرما نمیخوری؟ نه نمیری، اگه بری بیدار میشم. نمیخوایی چراغ خاموش کنی؟ ها چرا؟
شما یه تو مسجد ما چه فرقی میکنی؟ مهم اینه که خدا عقدمونو قبول کنی. مسجد و کلیساش فرقی نداری. سارا پس میریم مسجد خودمون. حرفا گذاشته بچه‌مونو بگو که 9 ماه و 9 روز بعد از رسیدنمون به خونه ساده دنیا بیاد. میگن بچه دم صبحم تخس و شیطون میشه. اگه دو قلو باشن چی؟ یه پسر یه دختر. اوه خدا نگو پسر تیز و ترکی عین مارمولک دیوار راستو میگه میره بالا. دخترم یعنی خانم خانم ما تو خونه میمونه و به مامانش کمک میکنه. وای خدا یعنی میشه ما اینقدر خوشبخت بشیم؟ چرا میشه؟ تو میشی مرد خونه، منم میشم زن خونه. مرد خونه زحمت میکشه و کار میکنه، زن خونم قربون صدقش میره، براش غذا میپزه، تر و خشکش میکنه. یعنی این همه خوشبختی ممکنه؟ زن و بچه، خونه و زندگی، سفره‌ای که از این سر اتاق تا اون سر اتاق پهنه و دور تا دورش بچه‌ها نشستن و هی بابا بابا میکنن. زن حامله، گریه نصف شب بچه، قلقل دم. ای کجایی تو؟ ما هنوز تو راه خونه صادقیم. آفتابم کم کم داره در میاد. باشه بذار در بیاد. عوضش هجلمون از همه هجله‌های دنیا روشن‌تره. دو سال پیش تو برو تو اینجا پر جنس آقا زیاتور خدا دعوا مبارا نندازی های پای جانس بایست جنار دختره همین بود نه برو بنداز بیرون اون سنی که رو چشم کجا؟
بیا سرش کرده. سارا مسلمون شده بابا. تو هنوزم مثل قدیما وقتی عصبانی میشی نه گوشت میشنوه نه چشات میبینه. اون الان زن منه. همین امروز صبح عقدش کردم تو امامزاده یحیی، همون جایی که میگفتی تو و مادرم واسه بچه دار شدنتون رفتین دخیل بستی. سارا الان عروسته بابا، همون عروس با حجابی که میخواستی، همونی که میگفتی پشت سرت نماز بخونه و پا به پات روزه بگیره. حالا دیگه خودت میدونی تو روز اول دومادی پسرت هر گلی زدی به سینه خودت زدی.